بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، ظهر شما بخیر. خبرهای ساعت 13 رو تقدیم میکنیم. حزب الله لبنان پایگاه گلیلوت وابسته به یگان اطلاعات نظامی 8200 رژیم اشغالگر را در حومه بیروت با موشک هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیست همچنین از شلیک موشک به سوی فرودگاه نظامی رامات دیوید در شرق حیفا خبر دادند. حمله موشکی حزب الله به شمال شرق تل‌آویو بار دیگر باعث توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی بن گوریون شد. برخی منابع از زخمی شدن چند صهیونیست در حمله‌های حزب الله خبر دادند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونی هم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در آسمان تل‌آویو خبر داد. از ساعتی پیش آژیر خطر در تل‌آویو، حیفا و مناطق وسیعی از شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد. رژیم صهیونیستی دقایقی قبل بافت مرکزی شهر سور را بمباران کرد. خب در این خصوص گفتگو میکنم با همکارم آقای دلاوری که در منطقه جنوب لبنان مستقر هست. آقای دلاوری سلام بر شما. از جزئیات این حمله بیشتر برای ما و بینندگان عزیز توضیح بدید. خواهش اونو میگم بعد. سلام، از سور در جنوب غرب لبنان با شما صحبت میکنم. دقایقی قبل بود شما هم اشاره کردید که بخش مرکزی شهر سور مورد هدف حملات راکتی جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. دقیقا همینجا پشت سر من که مشاهده میکنید، البته اون ساختمونی که بلند مرتبه هست اون قسمت رو رژیم صهیونیستی بخش نت جنوب غرب لبنان محسوب میشه که چند روز قبل اونجا رو مورد هدف قرار داد که البته بعد از دو روز شرایط به حالت عادی برگشت. رژیم صهیونیستی امروز بخش مرکزی سور رو هدف قرار داد و هشدار داد که اون منطقه رو باید اهالی خالی کنن. این در حالیه که بخشی از مرزنشینان از جنوب غرب پناه آوردن وارد بخش مرکزی و قدیمی شهر شدن. به نظر میرسه که بمباران احتمال زیاد یکی دو ساعت آینده باز شدت بگیره، اما حزب الله لبنان هم در پاسخ به حملات دقایقی قبل جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی رو در حیفا و کارخانه صنعتی مهمات سازی حومه حیفا رو مورد هدف قرار داد. همزمان با صحبت من با شما رژیم صهیونیستی در حوالی روستای رب سلاسین و اودیسه با رزمندگان مقاومت در حال درگیری هست. رزمندگان مقاومت تلاش میکنن که شرایطی رو فراهم کنن تا طبق معمول و روالهای گذشته اونا رو در کمین انفجاری خودشون قرار بدن. امروز صبح دو تانک دیگه مرکاوا منهدم شد در این منطقه و رژیم صهیونیستی با وجود ورود به این مناطق هنوز درگیری در حوالی دو روستا در جریانه و با اینکه این درگیری شدت گرفته هنوز نتونسته مناطق خاصی رو مواضع خودش رو تثبیت کنه. رژیم صهیونیستی گفته که حزب الله باید 3 کیلومتر از مرز فاصله بگیره. بعد در مورد مذاکرات صحبت کنیم. حزب الله هم اعلام کرده زیر آتش مذاکره معنی ندارد و در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی مواضع جدیدی داخل سرزمین‌های اشغالی طی روزهای آینده مورد هدف قرار خواهد گرفت. خیلی متشکرم آقای دلاوری در جنوب لبنان. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله التفاح در شهر غزه 4 کارگر به شهادت رسیدند. این افراد در حال تعمیر چاه‌های آب شرب بودند. در حمله دیگر این رژیم به 2 منطقه در شمال غزه از جمله پناهگاه آوارگان در بیت لاهیا هم شماری شهید و زخمی شدند. 3 نفر از شهیدان 1 زن و 2 کودک هستند. اوضاع در بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه هم بحرانی گزارش شده. به گفته مسئولان بهداشتی بیمارستان مملو از شهید و زخمی است و با کمبود شدید دارو و لوازم بهداشتی روبروست.
خان یونس یکی از بزرگترین استانها در نوار غزه است که بر اثر جنایت‌های رژیم صهیونی تا حد زیادی به یک ویرانه تبدیل شده. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اوضاع در این منطقه گزارش می‌دهد. من خلالها على حجم الدمار الذي اصاب احدى المناطق في مدينه خان يونس الى الجنوب من قطاع استان خان یونس یکی از بزرگترین استان‌های پنجگانه نوار غزه است و در معرض تجاوز زمینی، هوایی و حتی دریایی قرار گرفته. حملات اشغالگران تقریبا همه چیز را در این استان نابود کرده. ساختمان‌ها در اینجا با خاک یکسان شده. حتی ساکنان این منطقه که با آنها گفتگو کردیم میگویند نمیدانند که خانه‌هایشان دقیقاً کجاست، چرا که ساختار کلی منطقه تغییر کرده و خانه‌های شهروندان به علت شدت حملات و ویرانی‌های گسترده با هم درآمیخته شده. ما اکنون درباره یک منطقه از خان یونس صحبت می‌کنیم، اما این شرایط در تمام مناطق استان خان یونس وجود دارد. 5 ماه است که این استان در معرض تجاوز زمینی قرار دارد و رژیم صهیونیستی در حق ساکنان این استان مرتکب ده‌ها کشتار شده و تیان صدها نفر شهید و هزاران نفر از کودکان و زنان مجروح شدند. همانطور که مشاهده می‌کنید از خانه‌ها فقط آوار به جا مانده. این یعنی دشمن صهیونیستی خانه‌های مملو از غیر نظامیان را بدون هشدار بمباران می‌کند. در اینجا برخی شهروندان را مشاهده می‌کنید که در جستجوی لوازم و وسایل باقی مانده خانه‌های خود زیر حجم گسترده آوارها هستند. اینجا خانه شما بود؟ بله، این خانه ماست. این خانه چند طبقه بود؟ 5 طبقه بود. چند خانواده در آن سکونت داشتن؟ 5 خانواده. 5 خانواده یعنی این که اگر هر خانواده به طور متوسط 5 نفر جمعیت داشته باشد، بیش از 30 نفر در این خانه سکونت داشتند؟ بله، درسته. یعنی زی من تو شایفین تقریبا نتحدث عن 30 شخص على الاقل كانوا يقطنون هذا المنزل الذي تحدثنا مع احد افراده. همانطور که مشاهده میکنید دست کم 30 نفر در این خانه که ما با یکی از ساکنانش صحبت کردیم سکونت داشتند. او تلاش میکرد هر چیزی از این خانه را که هنوز قابل استفاده است از زیر آوار خارج کند. این شرایط در کل استان خان یونس وجود دارد و ما فقط یک نمونه از صدها نمونه را در این استان برای شما به تصویر کشیدیم. شما میتوانید با مشاهده این تصاویر درباره شرایط و حجم بالای ویرانی ها در این قضاوت کنید. گروهی از شهرک نشینان و خانواده های اسیران صهیونیست در برابر محل اقامت وزیر امور خارجه آمریکا در تل‌آویو تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته ها و تصاویر اسیران صهیونیست، توقف فوری جنگ و امضای توافقنامه مبادله اسیران صهیونیست با گروه های مقاومت فلسطینی را خواستار شدند. آنها با سردادن شعارهایی به سیاستهای جنگ طلبانه نتانیاهو اعتراض کردند و از او خواستند به خونریزی‌ها پایان دهد.